آیا این مایه می تواند جوانی از دست رفته را دوباره بازگرداند؟ در فلورانس از فن کوزه‌گری مرمت‌کارانه آثار باستانی با خبر می شود. با افزایش قدمت تابلوهای نقاشی ساختاری شکننده پیدا می کنند. دلیل اصلی آن تجزیه کربنات کلسیم عنصر اساسی بسیاری از آثار هنری است. دانشمندان سعی کردند با استفاده از فناوری نانو هیدروکسید کلسیم را به این آثار تزریق کنند. این نقاشی به شدت به دلیل قدمتش آسیب دیده و چون آن را از دیوار برداشتند، رنگ‌های اصلی نقاشی به مرور از بین رفته یا آن حالت اولیه را از دست داده. در نتیجه مرمتکاران امروز بخش‌های شکننده این تابلو را با استفاده از فناوری نانو ترمیم می‌کنند. این اکسیر چگونه کار میکند؟ به آزمایشگاه میرویم تا فرایند شیمیایی را بیشتر درک کنیم. دانشمندان چند کشور تلاش زیادی برای احیای آثار باستانی کردند و موفق شدند با استفاده از فناوری نانو هیدروکسید کلسیم را برای احیای آثار باستانی به آثار هنری تزریق کنند. مدیر این طرح در دانشگاه فلورانس میگوید: ما برای احیای آثار نقاشی از همان ماده ای استفاده می کنیم که نقاش برای خلق تابلو استفاده کرده است. در واقع دانشمندان با افزایش اندازه ذرات مولکولی نانو موفق شدند از آن برای مرمت آثار باستانی بهره ببرند. نانوتکنولوژی همچنین میتواند بهترین سلاح برای تمیز کردن آثار باستانی باشد. ماده حاصل از این فناوری بدون آسیب رسانی به یک تابلو نقاشی حتی آبرنگ به زدودن گرد و خاک روی یک تابلو کمک میکند. L'acqua è confinata all'interno del gel. در این ماده ژل مانند آب تزریق شده، اما مقدار آن محدود است و با استفاده از ژل می توان میزان نفوذ آن را تا 100 یا 200 میکرون کنترل کرد. در کارگاه مرمت از ژلی که نتیجه نانوتکنولوژی است، برای احیای ظریف‌ترین و شکننده‌ترین آثار استفاده می‌شود. مثال واضحان این تکه پارچه طلاکاری شده قرن 13 است. یکی از مرمت‌کاران دانشگاه فلورانس می‌گوید فناوری نانوتکنولوژی بی‌تردید بهترین راه حل برای مرمت آثار باستانی در آینده است، چرا که کمترین صدمه را به آثار باستانی وارد می‌کند. دانشمندان در پی گسترش و بهینه کردن فناوری‌های نانوتکنولوژی در عرصه مرمت آثار باستانی هستند. علم کاربردی نانو روش‌های جدیدی برای مرمت آثار باستانی در اختیارمان قرار داده است. می‌توانیم هنر را برای همیشه زنده نگه داریم. این سامانه آثار هنری را برای نسل‌های آینده جاودانه خواهد کرد. آثار هنری نامیرا می‌شوند و فرزندان ما و فرزندانشان می‌توانند از آن بهره ببرند. Siamo degli enicolici della veletà